سلام شاگردای عزیز، خدا کنه که صحت کامل به تن داشته باشید و در این روزهای کرونایی از ویروس کرونا در امان و در موقع ضرورت از وسایل بهداشتی استفاده نموده و حفظ صحه خود را مراعات نمایید. و به نام خداوند متعال درس امروز خود را آغاز می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاگرد عزیز، درس امروز ما مین فریم کامپیوتر، کامپیوتر مین فریم. مین فریم کامپیوتر از ترم یوزد فار ا لارج ویری پاورفل کامپیوتر سیستم. دا نیم کمز فرام دا ڈیز وین دا انڈیویژول کمپوننٹ ور ہاؤسڈ ان لارج آفن روم سائز فریمز. Their main purpose is to run the commercial applications such as banking and insurance, where a huge amount of data need to be processed each day. Main feature of mainframe computer: A. They can have several CPUs. B. They have very fast processor speeds. C. They can support multiple operating systems. D. They have a huge amount of storage capacity. E. They have a huge internal memories. F. They have open operate using time sharing or batch processing. خوب شاگرد عزیز، من با منا و تشریحی درس امروزی ما مین فریم کمپیوتر. مین فریم کمپیوتر از ا ٹرم یوزڈ فار ا لارج ویری پاورفل کمپیوتر سسٹم. مین فریم کمپیوتر اصطلاحی است که برای یک سیستم بزرگ بسیار قدرتمند استفاده میشه. The names come from the days when the individual components were housed in large open room size frames. این نام از روزهایی برمیگردد که اجزای منفرد در قالب‌های بزرگ اغلب به اندازه اتاق و همچنان their main purposes is to run commercial application such as banking and insurance where huge amount of data need to be processed each day. هدف اصلی آنها اجرای برنامه های تجارتی مانند بانکداری و همچنان بیمه. انشورنس و مانه چی؟ بیمه. که هر روز تعداد زیاد دیتا داخل شود، یا که برای این اپلیکیشن ها یا برای این مقاصد، برای مقاصد تجارتی و همچنان مقاصد بیمه که در آنجا ضرورت برای داخل شدن دیتای زیاد برای پروسس باشه، در او جایا از مین فریم کمپیوتر چی میشه؟ استفاده میشه. خوب شاگرد عزیز، مین فیچر آف مین فریم کمپیوتر، ویژگی های اصلی مین فریم کمپیوتر چی هستن؟ اول، they can have several CPUs. چندین CPU دار، امیدوارم که چندین CPU داشته باشه. CPUs به معنی Central Processing Unit. B. They have very fast processor speeds. بسیار یک سپیدی تیز نظر به کمپیوتر های دیگه دارن، یعنی سپیدی پروسیسری این کمپیوتر بسیار تیز است. C. They can support multiple operating system. میتونه که هر نوع operating system یا سیستم عامل چی کنن؟ سپورت کنن. میشه که سیستم عامل های ما داریم، مثلا ویندوز اپریتینگ سیستم هست، مک اپریتینگ سیستم هست،
लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अस तमाम इन ऑपरेटिंग सिस्टम हम में तनन के मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट कन डी दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी गुंजाइश ज़ख़ीरा करदन मालूमात र मालूमात बुजुर्ग र दार यानी ज़ख़ीरे या कैपेसिटी स्टोरेज इन कंप्यूटर बिसार बुजुर्ग अस ई दे हैव ह्यूज इंटरनल मेमोरीज व हम चुनान इंटरनल मेमोरी या मेमोरी हाई के मादा दर से गुजशत खानदेम के रैम अस मामूलन ई हम मेदार बुजुर्ग अस इन मेमोरी हर हम बराए प्रोसेस दारा इफ दे ऑफन ऑपरेट यूजिंग टाइम शेयरिंग और बेच प्रोसेसिंग آنها زیادتر وقتها به شریک ساختن زمان و پروسس بیش عمل میکنند. اینجا شاگردای عزیز برای ما پرسان یا سوال پیدا میشه که بچ چی است یا بچ پروسسینگ چی است؟ بچ پروسسینگ ما اگر به این شکل تعریف کنیم بچ پروسسینگ از ا تکنیک ان ویچ ان اپریتینگ سیستم کلکت دا پروگرام اند دیتا together in a batch before processing start. Batch processing که است تکنیک است یا تکنیک های هستند یا روشی هستند که operating system تمام معلومات را چی میکنن جمع آوری میکنن و او را چی میکنن در یک کلاس او را جمع میسازن و با پیش از این که پروسس یا پروسسینگ شروع شود تمام این معلومات را در یک کلاس جمع می سازد و بعدا امان کلاس را به پروسسینگ ارائه می کند یعنی بچ اینجا به معنی دسته یا کلاس معنا می دهد خوب شاگردای عزیز من به بخش پرکتیکل پروگرام اکسل باز می کنیم در درس گذشته ما در باره چند ایتا ایکوال تو اپشن خواندیم امروز تکس این کانتینس می خوانیم و همچنان دیتا اکوریسی دو اپشن هی فرمت سیل دات کانتین دا تکس امو سیل ها را برای ما نشان بدی که در اونجا تکس داشته باشیم مثلا اینی صاحب همم اینجا انتخاب میکنم A B مثلا اینجا میم خان 1 2 3 این ساحه را انتخاب میکنم مثلا اینی اندازه ساحه را انتخاب میکنم میم conditional formatting text contain برای ما امو ساحه را نشان بدی که در اونجا چی باشد تکس باشد ببین تمام مروه ها را برای ما هایلایت ساخت که در اونجا تکس موجود است خوب مهم شاگرده عزیز با بخش دیگه اپشن کاندیشنال فرماتینگ ادیت اکیوری مثلا اینجا ما پرسان میکنم که مثلا تاریخی امروز یا اینجا میم دینی ساهم دینی ساهم استاد میشم نوشتم میکنم 2020 یکی سه خب اینی ساهم را انتخاب میکنم میم در کاندیشنال فرماتینگ دیتا اکوریت مثلا کدام تاریخ توده اینجا تاریخ توده را داریم نداریم خیلی چی رقم میکنیم میگه خب تاریخی امروز نیست اینجا ما میم نوشته میکنم فرمول ناو برای ما تاریخ امروز نشان میده خب تاریخ امروز ما اینجا داریم پس میرم در مو کاندیشنال فرماتینگ
یعنی سهاره انتخاب میکنم در کندیشنال فارمتینگ و تاریخی امروز باید برای ما چی کنن هایلایت بسازم. اوکی هایلایت است و اگر ما اینجا انتخاب شو برای ما که تاریخی برای سبا اینجا وجود ندارد. خوب شاگرد عزیز، درس امروزی ما با همینجا به پایان میرسه. امید که درس گرفته باشید. زیرا گرفته باشید. سوال انتقاد پیشنهاد دارین میشه که همراه ما مطرح بسازید. تا درس بعدی شما را به خداوند یک